همراه هستیم با دکتر رضا تغیزاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو اسکاتلند بسیار خوش آمدید آیه تغیزاده به ما بفرمایید خب چرا حسن روحانی برخلاف اون چیزی که مقامات اروپایی و آمریکایی میگن اصرار داره که در جریان گفتگوهای ویان به توافق رسیدن اجازه بدید مثال با رو برای شما توضیح بدم که واقعیت وضع موجود مذاکرات. این مذاکرات شبیه کوپه یا کمپارتمنت قطاری است که لوکوموتیو اون مدتها از بدنش جدا شده ریل ها را از جلو و عقب این قطار برداشتند و چراغ ها نیم خاموش پرده های قطار کشیده است و مذاکره کنندگان یا دو تیم مذاکره کننده در دو طرف این کوپه قطار ایستادن و قطار رو از پهلو به پهلو تکان میدن بنابراین نه حرکتی به جلو نه حرکتی به عقب و نه مقصدی پیش راه این ترن وجود داره این وضعیت موجوده مسئولیت دولت روحانی که خیلی مشهور به راستگویی نیست نگه داشتن روشن در چراغ روشن در داخل این کوپ است برای رسیدن کسانی که سرنشین بعدی اون خواهند بود و احتمالا شاید موفق بشن این قطار رو ریل بکنن لوکوموتیو رو برگردونن و دوباره اون رو به حرکت در بیارن در حقیقت آقای روحانی تنها مسئولیتش حفظ وضع موجود تا رسیدن تیم مذاکره کننده بعدی که دولت آقای رئیسی اون رو تعیین خواهد کرد رئیسی همین حالا مشغول احتمالا مهرچینی کسایی است که در دولت او باید شاغل باشن و به خصوص تیم مذاکره کننده ای که یقینا صد درصد تغییر خواهد کرد حالا از وزارت خارجه یا از شورای امنیت از جایی که او انتخاب میکنه به این ماموریت میرن با دستور کار دیگری بین علتی که انتظار زیادی واقعا از این مذاکرات دیگه نمیشه داشت در وضعیت موجود و در دولت آقای روحانی مقامات اروپایی گفتند که ایران عجله ای برای دست یافتن به توافق نداره خب در حالی که انتخابات در ایران نزدیک چرا نمایندگان ایران این توافق رو تسریع نمی کنند تا بلکه در انتخاباتی که گفته میشه میزان مشارکت درش کم هست یه مقدار تنور انتخابات رو داغ کنند و به تبلیغات بپردازند دولت روحانی شاید انتظار داشت که لیست درآمده از شورای امنیت متفاوت باشه دولت بعدی به نوعی ادامه دولت او باشه ولی با روشن شدن لیست انتخاباتی حالا نتیجه انتخابات تقریبا قطعی است بنابراین انتظار تغییر نمیره آقای روحانی هم این قضیه رو خیلی خیلی خوب میدونه آمریکایی ها بهتر از اون میدونن اگر واقعا لیست به نوعی حتی تعادل داشت در شکل ظاهریش آمریکایی امیدوار بودن با دادن امتیاز به دولت آقای روحانی وضعیتی رو فراهم کنن که شاید کمک بکنه به انتخاب شخصی که بتونه ادامه راه دولت او باشه و تعامل بیشتری بکنه ولی با تعیین شدن نتیجه انتخابات از پیش آمریکا این کار رو هم از دست داده و آقای روحانی در این مورد هم باز به گویی متوصل میشیم آیا روشن هست که دقیقاً چه مواردی مذاکرات رو با وقفه و چالش روبرو کرده؟ بگید که کجای مذاکرات میتونست امید برانگیز باشه واقعا مذاکراتی است که با یک دولت و حاکمیت غیر قابل اعتماد صورت میگیره و زمینه های متعددی از جمله فعالیت های موشکی فعالیت های ضد حقوق بشری فعالیت های تروریستی و همینطور مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه از مسائل مورد اختلاف بین مذاکره کنندگان دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی رسیدن به توافق و حاکمیتی با این مجموعه از نابسامانی ها و تحریک‌ها نیست که حالا در داخل آمریکا در منطقه و حتی در داخل جمهوری اسلامی کسانی هستند که همچنان مشغول برداشتن ریل ها از عقب و جلوی این کوپه هستند مذاکرات بسیار دشواری است که اون رو آمریکایی ها ساده گرفته بودند و جمهوری اسلامی هم با خوشبینی کاذب به مردم تصویر دروغی عرضه کرد. سپاسگزارم از توضیحات شما رضا تقیزاده تحلیلگر روابط بین که از گلاسکو با ما همراه بودید